خوشحالم که فرصتی پیش آمد تا با آقای تریتا پارسی باشیم از نیاک، شورای ملی ایرانیان آمریکایی‌ها، و بخوایم ازشون یه مقداری درباره اوضاع و احوال این روزها و مخصوصا مسئله ایران، اون گروه 5+1، ماجراهای قراردادها، و از همه مهمتر مقاله‌ای رو ایشون 18 فوریه در الجزیره نوشتن که اون رو هم به بحث و پرسش میذاریم. شما هم اگر پرسشی دارید، نظری دارید، با اینفورمیشن، با شماره تلفن های ما و ایمیل ما بپرسید، سوال کنید تا با ایشون مطرح کنیم. امیدوار باشیم در برنامه های آینده ایشون پاسخ بدن یا در مورد نظرات شما صحبت کنند. اجازه بدید که من سلام میکنم خدمت ایشون، بهشون خوش آمد بگم و میکروفون رو در اختیار ایشون بذارم، یه مقداری درباره نیاک بگن که خیلی این روزها فعالتر از همیشه، و چون فعال هستن خوشبختانه دوستان بیشتری پیدا میکنن، متاسفانه دشمنانی هم اضافه میشه که اینها در طی سالیان دراز بیش از 10 سال نشون دادن که بیدی نیستن که به این بادها بلرزن و با عزمی راسخ به هدف خودشون میخوان برسن و دارن ادامه میدن. آقای تریتا پارسی سلام، خیلی خوش آمدید. یه مقداری از نیاک و تلاش ها و کارهای اخیرش انجام صحبت کنید تا بعد اون مقاله شما رو در الجزیره که کامپرمایز نوشتید بین US و ایران و مخصوصا مسئله اسرائیل، اسرائیل چه نقشی بازی میکنه، از این ور اینجوری، از اون ور میشنویم که با ایران معامله میکنه و اینها، این رو بیشتر برای ما باز کنید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. درود بر شما و درود بر همه بینندگان عزیز. بله، سازمان نیاک خیلی از بینندگان میدونن یه چندین سال هست که در واشنگتن خیلی فعال بودیم و این چند ماه اخیر خیلی فعالیت زیاد کردیم، طرفداری از این دیپلماسی و مذاکره که بین ایران و امریکا الان اتفاق میفته و هدف این است که این مشکلاتی که بین دو تا کشور هست در یک چارچوب صلح‌آمیز حل بشه که این موضوع به جنگ نرسه. اگه جنگ برسه متاسفانه میدونیم بعد چقدر بد میشه. عراق و افغانستان و سوریه رو که دیدیم و جنگ بشه، موضوعی مثل حقوق بشر، دموکراسی، همه این چیزا متاسفانه حذف میشن و دیدگاه ما این است که این موضوع باید با مذاکره حل بشه که بتونه هم ریسک جنگ رو نابود کنه، هم یه کمکی باشه واسه مردم ایران که الان زیر خیلی این فشارهای اقتصادی دارن زجر میکشن، و هم یه کمکی باشه واسه گروهای داخل ایران که دارن فشار میذارن که وضع حقوق بشر بهتر بشه، واسه دموکراسی و از این چیزا. و این چند ماه خیلی خیلی ماه جالبی بوده، دیدیم که مذاکره خوب پیش رفته، ولی در حالی که خیلی هنوز هست. آقای پارسی متاسفانه اینترنت شما قطع وصل میشه، کاملا حل نشده بین کنگره امریکا هست و خود آقای اوباما. کنگره امریکا زیر فشار گروه های مختلف. ببخشید. بله خوب شد صداتون یه مقداری قطع وصل شد. بله بله الان درست شد، بفرمایید. بله، این اختلافی که الان بین کنگره امریکا و آقای اوباما هست سر این موضوع مذاکره خیلی مشکل بزرگی هست، چون آقای اوباما خوب متوجه میشه که این مذاکره باید ادامه بده، تنها راه حل کردن این موضوع مذاکره هست، و متوجه میشه که آخر سر هر دو کشور باید یه کمپرومایزایی رو قبول کنن، ولی کنگره امریکا زیر فشار گروه های مختلف، گروه هایی که خیلی تندرو هستن، طرفدار اسرائیل هستن، دارن فشار میذارن که تحریم های تازه رو ایران گذاشته بشه، دارن فشار میذارن که دست آقای اوباما رو ببندن که ایشون نتونه کمپرومایز کنه در مذاکره، و اگر نتونه کمپرومایز کنه که قراردادی نمیرسن. گروه نیاک و خیلی از دوستامون در واشنگتن دی سی فعالیت کردیم، طرفداری از مذاکره، طرفداری از آقای اوباما، طرفداری از خود کانسپته که هر دو کشور باید کمپرومایز کنن که این مشکل بتونه حل بشه. چند هفته پیش یک گروه ایپک، یکی از بزرگترین و پرقدرتترین گروه های لابی در واشنگتن هست، طرفدار اسرائیل، یک شکست تاریخی خورد وقتی کوشش‌هاش که بتونه تحریم های تازه رو ایران بذاره شکست خوردن. این یه نتیجه بود که هم آقای اوباما هم گروه های مختلف خیلی فعالیت کرده بودن
با نماینده کنگره و سنا دیدار کردن، زنگ زدن، ایمیل زدن، در مطبوعات امریکا خیلی راجع به این موضوع نوشته شد و ایپک عقب نشینی کرد. خیلی هم یه چیز غیر عادیه که این گروه قدرتمند عقب نشینی کنه، ولی این کار کرد دیگه، چون گروهایی که طرفداری از این ختم هستن بیشتر و بیشتر شدن، قویتر و قویتر، دشمن ها ضعیفتر شدن، هم کمتر شدن. داخل کمیونیتی ایرانی هم همینطوره و امیدواریم که این مومنتوم بتونه ادامه بده که این مشکل تا 6 تا 12 ماه دیگه کاملا بتونه حل بشه. آقای پارسی، ما میتونیم بگیم که این شرایطی که ایجاد شده یه مقداری مدیون نیاک هستیم و اون برنامه‌ای رو که میذاره که از قانون خود آمریکا استفاده میکنه، به صورت قانونی افراد و دوستداران صلح رو جمع میکنه، پتیشن یا تومار تهیه میکنه و از طرفی میبینیم که خیلی ها هستن دنبال جنگ و جنگ افروزی هستن، ولی شما نشون دادید که شماها از اونها جلوتر هستین. میشه بگیم این رو هم مدیون نیاک هستیم و هم اینکه نیاک میدونه سیستم آمریکا چگونه کار میکنه و از این سیستم داره به نحو احسن استفاده میکنه. چون ما الان این 12 ساله که در دی سی هستیم، اولا اونایی که در نیاک کار میکنن بچه‌ای هستن که این درس رو خوندن، در کنگره قبلا کار کردن، در ستیت دپارتمنت امریکا قبلا کار کردن، کارشون خیلی حرفه‌ایه و بخاطر اینه که ما یه سازمان نسبتاً کوچیکی هستیم ولی نفوذمون از خود سایزمون خیلی بیشتره و امیدواریم که بتونیم کل جامعه ایرانی رو در امریکا کمک کنیم، اینا وارد این برنامه بشن، در این دموکراسی شرکت کنن. همه ایرانی در امریکا طرفدار دموکراسی هستن و امیدوارن که ایران هم یه روزی کشور دموکراسی باشه، ولی ما اینجا در امریکا یه دموکراسی داریم و متاسفانه خیلی از دوستامون در جامعه ایرانی در این دموکراسی شرکت نمی‌کنن و ما یه راهی رو واسهشون باز کردیم که بتونن شرکت کنن، نفوذ پیدا کنن، عقیده هاشون رو فقط به همدیگه نگن ولی به نماینده کنگرسشون بگن و بتونن کمک کنن که به یه دنیای بهتری برسیم. من از شما ممنونم. اگه یه مقداری لطف کنید درباره اون مقاله‌ای که نوشتید، گفتید به صورت خیلی خلاصه و به اصطلاح تلاش اون گروه لابی اسرائیلی که خوشبختانه هم موفق نشدن و شماها چند قدم جلوتر هستید. ولی سوالی که پیش میاد، اسرائیل ما میدونیم که به اصطلاح به خاطر منافع مالی همیشه باید با آمریکا بگه که ما در خطر هستیم تا مجلس و سنا هم بتونن به مردم آمریکا بگن که ما با اینا پول میدیم که اینها به اصطلاح در خطر نباشن، اون منطقه صلح و اینها داشته باشه. ولی میبینیم که گهگاه الان مخصوصا چند روز گذشته سر صدای هست، شایعی هست که اینها با رژیم ایران دارن کار میکنن، حتی در زمان جنگ هم کار میکردن. به قول خودمون ایرانی ها میگیم که قسم حضرت عباس رو قبول کنیم یا دم خروس رو. شما نظرتون در این مورد چیه و چرا اینها هر دو روی سکه رو به اصطلاح میخوان و دارن بازی میکنن؟ اولا در زمان جنگ ایران دولت جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل پشت صحنه خیلی با هم دیگه تماس داشتن. دولت اسرائیل خیلی از اسلحه‌ای که ایران خرید واسه جنگ رو از اسرائیل خریدن یا اسرائیل از کشورهای دیگه خریدن و بعدش به ایران فروختن و در اون زمان دیدگاه اسرائیل این بود که نظرشون این بود که ایران یک کشور خیلی مهمی هست و همونطوری که زمان شاه با اسرائیل خیلی نزدیک بود، یه علای اسرائیل بود، اسرائیل موقع هنوز امیدوار بودن که بتونن یه کار بکنن که ایران و اسرائیل چون دشمنای مشترک داشتن بتونن بیشتر با همدیگه همکاری کنن. در دهه 90 این خیلی عوض شد و اسرائیل بیشتر و بیشتر ایران یک رقیبی در منطقه میدید و الان هم هنوز اونطوریه، ولی با اینکه اسرائیل خیلی سر صدا کردن، مخصوصا رئیس جمهور اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو خیلی ضد این مذاکره فعالیت کرده، ضد این مذاکره صحبت کرده، بیشتر اسرائیل هم میدونن که آخر سر اگه یه قراردادی بسته بشه بین ایران و امریکا، این به نفع اسرائیل، به نفع اسرائیل، چون اولا راه بمب ساختن واسه ایران میبنده، دوم وقتی ایران با امریکایی رابطه بهتری داره مجبورم میشه که رابطهش رو با، حالا شاید رابطه با اسرائیل نذاره، ولی این صحبت‌های تندی رو که ضد اسرائیل انجام میده اینا رو باید خیلی کمتر کنه، شاید کاملا سکوت بشه و به خاطر این آخر سر این به نفع اسرائیل. کشور اصلی که ضرر میکنه اگر
بین ایران و امریکا یه قراردادی بسته بشه اگر جنگ نشه کشور عربستانه که الان میبینیم خیلی فعالیت میکنه ضد این قرارداد و داره سعی میکنه که یک جنگ بزرگتری رو ایجاد کنه، یه کاری بکنه که دولت روحانی سه تا اشتباه بزرگی انجام بده و به خاطر این کل این فاندیشن مذاکره رو به هم بریزه. شما گفتید که اینها امیدوارن که دولت روحانی یک چند تا به اصطلاح اشتباه کنه. شما دولت روحانی رو چگونه میبینید؟ یعنی تا الان امیدوار هستید یا اینکه اینها هم دچار اشتباهاتی شدن؟ چون میبینیم که آقای خامنه ای توی ایران اون هم یه وقت میگه که من امیدی ندارم ولی این صحبت ها هم ادامه پیدا کنه من اشکالی ندارم. کلن دولت روحانی رو در این چند ماهی که بوده چگونه میبینید حرکت هاشو و راهی رو که میره به نظر شما درست هست یا اشکالاتی میبینید؟ من شخصا امیدوارم که بتونن مذاکره کنن و گروه های دیگه در ایران خرابکاری نکنن، چون این یه موضوع خیلی مهم و تاریخی هست. اگر این مذاکره به هم بخوره متاسفانه ریسک جنگ خیلی بیشتر میشه. خود آقای اوباما اومد این حرفو قشنگ زد و به خاطر من امیدوارم که این دیسیپلینی که الان دولت ایران تا حالا نشون داد در این چند ماه اخیر رو بتونن ادامه بدن. با اینکه آقای خامنه‌ای میگه که امید نداره، درو نبسته، در مذاکره رو نبسته و در اونایی که داخل ایران که میخوان مذاکره رو به هم بریزه در اونا رو تا حالا بسته نگه داشته. امیدوارم که اینطوری ادامه بده. ولی اگر مذاکره به نتیجه مثبت نرسه، اگه در این چند ماه آینده نبینیم که هم ایران هم امریکا کمپرومایز کنه، اون موقع متاسفانه شانس مذاکره خیلی کم میشه. این یه خطر خیلی بزرگی است که من میبینم. بله، این کلمه کمپرومایز رو میشه بگیم از خودگذشتگی یا بگیم کوتاه آمدن، اینجوری میشه؟ به نظر من کوتاه آمدن نیست. اگر بگم کوتاه آمدن از very قول امریکایی‌ها zero sum perspective، آخر سر باید یک شرایط تازه ایجاد کنن که هر دو طرف بتونن برنده باشن و کمپرومایز اصلی همینه. ولی چون گروه های خیلی تندروی هم در ایران هم در امریکا الان دارن رو دولت های این دوتا کشور فشار میدونن که کمپرومایز نشه، چون میدونن که اگر کمپرومایز نشه قراردادی نمیشه، به خاطر این دعوایی که آقای اوباما با کانگرس داره یا آقای روحانی با چند تا با گروه های تندرو در ایران داره سر همینه که ایران در چند تا مرحله باید کمپرومایز کنه، امریکا هم باید کمپرومایز کنه. یک کمپرومایز خیلی بزرگی که امریکا الان کرده اینه که قبول کرده که غنی‌سازی در ایران زیر 5% ادامه خواهد داد. آقای بوش همیشه میگفت که غنی‌سازی رو کاملا باید حفظ کنن به حسب زیرو انریچمنت. این کمپرومایز خیلی بزرگ و مهمیه که امریکایی‌ها قبول کردن. دولت ایران هم یک کمپرومایز بزرگی که قبول کرده اینه که 20% رو قطع کرده، غنی‌سازی 20% رو قطع کرده و چیزم کرده و ترانسپرنسی و اینسپکشن های خیلی مفصل تری رو قبول کرده. باید به این اینطوری ادامه بدن، بیشتر کمپرومایز کنن تا بتونن به قراردادی برسن. من از شما ممنونم. میدونم که به من گفتید 15 دقیقه بیشتر وقت ندارید، اگر صحبتی دارید در یکی دو دقیقه بفرمایید، اگر نه خداحافظی کنیم از شما. ضمن این که امیدوارم خیلی ممنونم، سپاسگزارم. سال 2014 امیدوارم شما رو بیشتر داشته باشیم تا بتونید به صورت مستقیم پاسخگوی دوستان بیننده باشید. بازم از شما ممنونم، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای تریتا پارسی بودیم از نیاک، شورای ملی ایرانیان آمریکا، که صفحه وبسایتشون رو هم من اینجا به شما نشون میدم. وبسایت منظمی دارن، هم فارسی هم انگلیسی، هر کدوم که راحت تر هستید برید بخونید، با اون نظراتی که موافق هستید باهاشون سهیم و شریک بشید، اونهایی رو که مخالف هستید باهاشون صحبت کنید و ازشون بپرسید. و خیلی قشنگ گفت آقای تریتا پارسی، گفت ما که اینجا الان هستیم در این کشوری که آزادی هست و حق داریم و حقوق داریم، از این حق و حقوق خود به نحو احسن بریم استفاده کنیم تا بتونیم به هدفهایی که داریم برسیم. من از شما ممنونم، به دنباله برنامه توجه کنید. مرسی که با ما بودید.